سلام دوستان و تماشابینان محترم، روز شما بخیر باشد و امیدوارم که صحت و سلامت هستید. اینک شما را با آمار کرونا ویروس از 28 اپریل آشنا می‌سازیم. آمار 5 کشوری که در یک شبانه روزی آخر بیشتر به ویروس کووید 19 گرفتار شدند. یکم، ایالات متحده آمریکا 25409 نفر. دوم، روسیه 6411 نفر. سوم، برزیل 6398 نفر. چهارم، بریتانیای کبیر 3996 نفر. پنجم، اسپانیا 2706 نفر را تشکیل می‌دهد. آمار 5 کشوری که در یک شبانه روزی آخر از ویروس کووید 19 بیشتر به هلاکت رسیدند. یکم، ایالات متحده آمریکا 2470 نفر. دوم، بریتانیای کبیر 586 نفر. سوم، برزیل 520 نفر. چهارم، ایتالیا 382 نفر. پنجم، فرانسه 367 نفر را تشکیل می‌دهد. آمار 5 کشوری که در عموم بیشتر به ویروس کووید 19 گرفتار شدند. یکم، ایالات متحده آمریکا 1,035,765 نفر. دوم، اسپانیا 232,128 نفر. سوم، ایتالیا 201,505 نفر. چهارم، فرانسه 165,911 نفر. پنجم، آلمان 161,145 نفر را تشکیل می دهد. این بود 5 کشورهایی که در آمار در جاهای اول می ایستند. روسیه در یک شبانه روزی آخر 6411 نفر به قید گرفته شده و 73 نفر به هلاکت رسیدند. در مجموع 93558 نفر به قید گرفته شده و از آنها 867 نفرشان به هلاکت رسیدند. می‌گذاریم به کشورهای همسایه. در یک شبانه روزی آخر خطا 6 نفر به قید گرفته شده و یگان نفر به هلاکت نرسید. در مجموع 82836 نفر به قید گرفته شده و شماره قربانیان همگی در 4633 نفر باقی میماند. افغانستان 125 نفر به قید گرفته شده و یک نفر به هلاکت رسید. در مجموع 1828 نفر به قید گرفته شده، همگی 58 نفر قربانی دارند. ازبکستان 35 نفر به قید گرفته شده و یگان نفر به هلاکت نرسید. در مجموع 1939 نفر به قید گرفته شده، همگی 8 نفر قربانی دارند. قرغیزستان 13 نفر به قید گرفته شده و یگان نفر به هلاکت نرسید. در مجموع 708 نفر به قید گرفته شده و همگی 8 نفر قربانی دارند. تاجیکستان در کشور عزیز ما مطابق آمار رسمی در یک شبانه روز آخر یگان نفر به ویروس کووید 19 به قید گرفتن نشده است، ولی در چند روز آخر تنها در ولایت سوخ تقریبا 10 نفر با علامت های پنیمنی یعنی التهاب شوش به هلاکت رسیدند. دستکم در 4 مورد مرده ها را تحت تدبیرهای شدید سانیتاری خودی طبیبان به خاک سپاریدند. این همه اثبات آن را دارد که در دیگر کشورها شخصانی که از ویروس کرونا به هلاکت رسیدند این گونه به خاک میسپارند. وزارت تندرستی اخیرا تصدیق کرد که تنها در بیمارستان یکم سوییسکی شهر دوشنبه در روزهای اخیر 11 نفر از بیماری التهاب شوش جان دادند. از اول ماه اپریل شماره آنهایی که در بیمارستان های تاجیکستان اکثرا با علامت های پنیمونیا وفات کردند بنا به حساب ها از 50 نفر گذشتند. از این زیاده 30 حالت مرگ شهروندان از پنیمونیا در ولایت سوخت ثبت شدند. این رقم خیلی زیادتر از آمار دوره های قلبی است. رئیس تندرستی ولایت سوخ هفته گذشته گفته بود که در 3 ماه اول سال 2020 به علت التهاب شوش در این ولایت 24 نفر جان باختند. با این گفته رئیس تندرستی ولایت سوخ گفته های رحمت الله زاهیروف را تصدیق کرد. رهبر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان رحمت الله زاهیروف در صفحه فیسبوکی خود خبر داده بود که تاجیکستان دوره سومی این وبا را از سر گذرانده ایستاده است. در عموم شماره شخصانی که با ویروس کووید 19 گرفتار شدند همگی به 3,136,508 نفر رسیدند. در یک شبانه روز آخر همگی 76,562 نفر با ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است.
شماره قربانیان در جهان همگی به 217813 نفر رسیدند و در یک شبان روز آخر 6365 نفر به هلاکت رسیدند. نظر به 27 اپریل 1800 نفر زیاد شدند و شماره توبه شدگان در عموم به 953309 نفر رسیدند. در یک شبان روز آخر تقریبا 32000 نفرشان شفا یافتند. و از اعضایان حرکت سیاسی گروهی 24 هم یگان نفر گرفتار این ویروس نشدند و شما نیز هم خواهش میکنیم که به گفته های متخصصان این ساحه خنوم نظری نکنید، به قاعده های سانیتری و اپیدمی رعایت کنید و به قاعده های قرنطین رعایت کنید. این بود آمار و حوادث از 28 اپریل. خداوند همه ما را نگهبان باشد تا فردا. السلام علیکم.